راهله دوستم، دختر مارشال دوستم، پیروزی ما نزدیک است. و تاجکان در تاریخ. بینندگان گرامی، درود و سلام بر شما. به یکی دیگر از ویدیوهای مهم خبری این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. تاجک‌ها یکی از قوم‌های آریایی هستند، مردم شجاع، متمدن و دارای تاریخ پرافتخاری هستند. معنی تاجک مردم تاجدار معنی می دهد. تاجک قوم بومی یعنی اصلی خراسان بزرگ افغانستان امروزی هستند که 43% افغانستان را، 90% تاجکستان، 15% ازبکستان و 2% چین را، 10% ایران را تشکیل می دهد. زبانشان فارسی می باشد. تاجکان با فارس ها، کردها، لرها و دیگر اقوام آریایی هم تبار هستند. تاجک ها مردمان شهر نشین هستند و پیشه اکثریتشان بازرگانی و تجارت می باشد. مردم تاجک در سال 21 هجری 642 میلادی توسط حضرت عمر فاروق رضی الله عنه و حضرت عثمان غنی رضی الله عنه به دین مقدس اسلام مشرف شدند و تمام مردم تاجک مسلمان هستند. شاعران معروف تاجک های عبارتند از رودکی، حنزله، بادغیسی، مولانای بلخی، بیتاب، خواجه عبدالله انصاری، فروخی سیستانی، ناصر خسرو بلخی، جامی، رابعه بلخی، ابوالقاسم فردوسی، سنایی غزنوی، بیدل، اشقری، قهار عاصی و غیره. اولین کسانی که بنیاد جمهوری اسلامی را در افغانستان گذاشتند تاجک ها بودند. مانند شهید احمد چای مسعود، قهرمان ملی و شهید ربانی، رئیس جمهور ازبق افغانستان بودند. شخصیت های بزرگ اسلامی تاجک ها عبارتند از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام بخاری، امام ترمذی، فاضل بیگ، ابو داود، ابو مسلم خراسانی و دیگران می باشند. شخصیت های تاریخی و علمی تاجک ها مولانای بلخی، ابو علی سینای بلخی، فاضل بیگ، ابو عبید یزدانی، الغزالی، حکیم سنایی، غزنوی البیرونی، خواجه عبدالله انصاری، الفارابی و دیگران می باشند که به نام های مولانا بلخی، الفارابی و ابو علی سینای بلخی در سراسر جهان ده ها دانشگاه ها هست و کتاب های آنها در سراسر جهان تدریس هم می شوند. مردمان تاجک با 4 متجاوزین خارجی جنگیدند و از وطن خود دفاع کردند که عبارتند از اسکندر مقدونی یعنی یونانی ها، چنگیز خان، منگول ها، انگلیس ها یعنی روس ها و پاکستان. تاجک ها از 5300 سال در سرزمین آریانا یعنی افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان و ایران امروزی حاکمیت و تاریخ تمدن دارند. حاکمیت تاجکان بعد از اشغال افغانستان توسط بریتانیای کبیر ختم شد. بریتانوی ها ترسی که از قدرت تاجکان داشتند دیگر نگذاشتند تاجکان حاکم باشند، چون تاجکان غلامی را قبول نمی کنند و به کس سرخم نمی کنند. تاجکان همیشه به زور خود حکومت کردند، نه به زور بریتانیا، روس، پاکستان و یا آمریکا و غیره. امپراتوری های مشهور تاجکان در آریانای بزرگ یعنی افغانستان امروزی قبل از اسلام عبارت بودند از ماتها، هخامنشیها، نیا ایلامیها، سکاها، کیونیان بلخ، گنداهرها، یفتلیها، پیشدادیان، اسپاها، فخاریان، کوشانیها، موندیگکها، اشکانیان، پارتها، ساسانیها، کیداریان. امپراتوری های مشهور تاجکان در سراسر جهان خراسان بزرگ یعنی افغانستان بعد از آمدن دین مبین اسلام عبارتند از سامانیان، سفاریان، کرتیان، تاهیریان، غوریان و این هم فهرست قهرمانان و بزرگان تاجکان و خراسان بزرگ یعنی افغانستان امروزی. اسماعیل سامانی، یعقوب لیث سفاری، مسعود بزرگ، خالد ابن برمک، طاهر بن حسین کوشنجی، ابو مسلم خراسانی، غازی فاضل بیگ، شهاب الدین غوری، ابو بکر کردیان، میر بچه خان کودامانی، میر مسجدی خان کوهستانی، غازی حبیب الله کلکانی، حبیب الرحمن نجرابی، طاهر بدخشی، مجید کلکانی، برهان الدین ربانی شهید، مارشال محمد قسیم فهیم، شهید جنرال پناه و غیره. هزارها تاجک نامدار دیگر. تاجکان به اسلام به حد احترام دارند. ابو مسلم خراسانی و خالد ابن برمک به خاطر کامیابی حکومت اسلامی عباسیان در خراسان بزرگ زیاد جهاد کردند. اولین کسانی که علیه تجاوز بریتانیا جهاد کردند میر بچه خان و میر مسجدی خان بودند. اولین کسانی که علیه ترویج فرهنگ غرب جهاد کردند
غازی حبیب الله کلکونی شهید و یارانشان بودند. اولین کسانی که علیه حکومت کمونیستی و تجاوز شوروی سابق جهاد کردند تاجیکان بودند، مانند احمد چای مسعود قهرمان ملی. زاده تاجیک هم سر به آسمان دارند. نوت: معلومات های تاجیکان به دلیل نامعلوم در مکاتب افغانستان درس تدریس نمی شود. به اساس یک خبر دیگر، داوود شافی در برگه رسمی فیسبوکش می نگارد: پیروزی به زودی، نابودی طالبان نزدیک است. با طالبان روی میز کار ندارم، بلکه در میدان جنگ کار دارم. عمر طالبان کم کم به آخر می رسد. فرصت کافی برایشان داده بودیم، اما به شکل درست استفاده نکردند. به جای که دل مردم را به دست بیاورند، از دست دادند. نابودیتان نزدیک است، ما به زودی می آییم. منبع: راحله دوستم. از توجهتان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.